سلام مرسی من من خدمت من شبه که من زمان دانشجویم به مدت یه ده ماهی تجربه این کار خودم دارم داشتم یعنی در حدود 20 سال پیش به عنوان مشتری یا سپلایر؟ یا م... نه یا... به عنوان <applause> به عنوان یک کسی که پلیئر بود توی این زمین بازی خدمت هر شبه پلیئر از, خود از خود کدوم طرف؟ جفتشون پلیئر یعنی کدوم طرفی؟ <applause> نه ببینیم به این صورت بود که من زمان دانشویم خب توی یه باری کار میکردم کلوب بود بعد بعد از یه مدتی دو هفته بعدش خب ناخداگاه از طریق همین سیستم بهم پیشنهاد پیشنات کردن که گفتن خب تو داری اندامشو داری و این مسائل احا. سریپ کن اینجا بعد رفتم توی سریپ بعدم که به همون صورت به صورت کاملا پروفیشنل کالبوی این کار کردم دیگه ده ماه تقریبا بلوش ده ماه بود دلیلش هم صرفا مادی بود دلیل دیگه ای نبود ولی تجربیات خودم رو دارم ببین یه سری چیزها هست کلیشه ایه نمیتونیم صحبت بکنیم در مورش یه سری هم چیزا هم هستش که به نظر هر انسانی تجربه خودش رو داره کسایی که تو این بیزینس کار کردن یعنی اینکه یه سری افراد هستن اصلا یه چیز کلی وجود نداره قانون باشه بگید مثلا درفن. تنها چیزی که میشه در مورد 90 درصد این مسائل در 90 درصد این افراد به صورت مشترک صحبت کرد بحث مالی قضیه است یعنی جنبه مالی قضیه تقریبا توی 90 درصد افراد مشترکه حالا فقط... 10 درصد هم وجود دارن که ش... به خاطر مسائل دیگه است یعنی شما به خاطر پول این کارو کردید و آیا بله از بله خ... آیا... پول آیا شما از این کار خوشتون میومد بدتون میومد یا خ... نه من تو نه خوشم می نه بدم می آمد. خب من اونجا ببینین اینطوری بودی من خب باید مثلا میرفتم یه جا کار میکردم نهایتش مثلا 80 دل از 80 مارک 100 مارک حقوقم میخواست بشه زمان دانشجویی مثلا همون زمانی هم که تو همون استر کلوب کار میکردم پشت بار کار میکردم مثلا 100 مارک 150 مارک ماکسیموم حقوقم بود بعد خب وقتی که رفتم خودم روی صحنه خب و به مراتب بیشتر شد بخاطر اینکه وقتی که دیگه اون کار رو که شروع کردم خب مثلا شما حساب بکنید نزدیک به 7 برابر 8 برابر بعضی میخواد 10 برابر بیشتر از اون درآمدی که به صورت بعد آیا, آیا, آیا شما به این داستن. آیا بعد به این کار الان ادامه دادید یا یعنی ادامه ندادید یعنی الان نه دیگه نه. عرض کردم 10 خب. ماه تقریبا یک سال این کارو کردم بعد چرا بعد چرا گفت که میخوافن با... چرا گذشت همینو عرض میکنم خدمتتون حساب که توی رابطه ای خدمتون هر شود که قول داده بودم که اگر این مشکل مالی رو حل بکنم و اینا و که بعد این کار رو بذارم کنار و این اتفاق افتاد دیگه وقتی که شما اعتیاد پیدا اینجا این خانم که اینجا بودن گفتن شما به اگه پول در بیارید همین رو بگم بهتون همین رو بگم دقیقا چرا اولش خیلی سخت بود برام یعنی مثلا موقعی که بعد از یک می‌خواستم بذارم یه مثلا هی وسوسه میشدم بعد از اه... دو هفته سه هفته بعد میزن پاس دوباره بعد یه کاری رو بکنم که مثلا نمیدونم ماهی سه هزار مارک درامت دارم نمیدونم چهار هزار مارک درامت دارم در صورت که میتونستم مثلا پونزه هزار مارک درامت داشته باشم اینا هم سخت بود برام هی وسوسه هم میشدم یک چند بارم میخواستم مثلا حتی دوباره تا این حدی که مثلا باز چیزم باز کنم چون اون موقع به این صورت نبود بس انقدر فضای مجازی و این شرط نبود موقع یه شکل کلاسیک سنتی خودش بود تقریبا بر اساس, اساس تجربه شما که ما رو اسکاوت میکرد بر اساس تجربه شما به نظر شما این حرف این خانم قبل از شما داشته با کرد درسته یعنی این وسواسی ای که داشتی من که دی برگ... متوجه نشدم چی گفته آه یعنی آه به نظر شما این وسواسی ای که داشتی که برگردی سر این کار مثل یه اعتیاد بود مثلا مثل کسی که اعتیاد داره به یه کاری دقیقاً اعتیاد نیست شما لایف استایل عوض میشه ببین آقا من اینطوریه شما انسان ها موجوداتی هستند که خیلی سریع انسان میتونه اگر یک سال در یک زندان باشه شرایط زندگیش رو میاره بر اساس اون امکانات زندان مطابق میکنه اگر تو کاخ زندگی بکنه شرایطشو رو میاره تو کاخ خب مثلا چیزی خیلی مهمه من روزی که تصمیم گرفتم این کار بکنم اولا یکی دو سه بار اولش یک مقدار قضیه چیز دیگه یکم یک کم یه حالتیه بعدش دیگه عادی میشه اصلا کاملا عادی شده بود بعد خب شما باید یه سری پرنسیبا برای خودت داشته باشی ولی اصلا نمیشه مثلا من پرنسیب داشتم برای خودم با خودم تیک کرده بودم که دو مرتبه در روز بیشتر این کارو نکنم این واقعا همین این پرنسیبا رو اگر اجرا نمیکردم با دیسیپلین نبودم غرق میشید توش بعد خدمت هر شود که سعی میکردم که از مثلا کمک های شیمیایی و اینجور مسائل استفاده نکنم مواد مخدر یا نمیدونم یه همچین مسائلی چون بودن دوستان خیلی از دوستان خیلی ها هستن که هنوز من از اون موقع میشناسمشون هنوزم دارن این کار میکنن به صورت حرفه ای دارن این کار میکنن هنوزم هم که هنوزه میکنن بعد یا اینکه آها بعد یه مسئله ای که من با خودم خیلی در موردش برای مهم بود این بود که اصلا اگر احساس میکردم مشتری یه رابطه احساسی میخواد پیدا بکنه سریع دیگه نمیذاشتم بوک کنه منو یعنی رد میکردم و آفریل که بهم میداد این تو احساس میکنه. کسای دیگه که تو این کار بودن یعنی همکاره شما آیا اونا شما تونستن رایت بکنن یا اینکه میگم افراد مختلف هم. من مثلا، کسی رو میشناسم که نه مثلا کوک میزنه میره <تص> یعنی ولی 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 بر اساس مثلا چیزایی که دیدی به نظرت به, به نظرت میرسه که وارد این کار شدن خطرناکه یعنی تو مثلا اگه تو کسی دیگه بودی یعنی اگه به کس بر اساس چیزایی که دیدی فکر میکنی مثلا این کار نباید تبلیغ بشه به کسی به خاطر اینکه خیلی وارد شدن از خ... از سلامتی یه جاب خیلی مسئله مهمیه یعنی یه موقعی توی زندگی انسان ها یک سری مسائل یک سری مشکلاتی به وجود میاد که اسمش جبره تو وادار میشی یه سری کارهایی رو که دوست نداری رو بکنی یا همینطوریش هم برعکس یه سری کارهایی رو که دوست داری رو نکنی آره ولی جواب این سال آلی... من رو بده بقیه کسایی که توی کار بودن تو بر اساس چیزایی که دیدی اگه مثلا یه رفیق دوست صمیمی بگی منم میخوام وارد این کارشم خب یه پولی در بیارم مم. به عنوان یه دوستی که میخوای بهش اختار میده که نه واردش نشه اینجا خ... کار بد یه خطرناکه که پشیمون میشی یا میگی آره برو خیلی خوب بود مثلا کوتاه مدت برو یه پولی در بیار بعد اگر آدمی باشه که ببینم از لحاظ شخصیتی آدمی هستش که دیسیپلین داره یعنی دیسیپلین شرط الف تا یه این داستان دیسیپلین داره سه درصد بهشون میگم این کارو دیسیپلین کار فارسی شه به صورت مقطعی دیسیپلین یعنی یعنی اینکه که چیز داره یه آدمیه که منظمه یعنی میدونه چی میخواد از زندگیش و کنترل میتونه کنترل خودش کنترل کنه آفرین دستر کنترل دستر. بکنه آره سخته ها انزباه خیلی سخته تو روز... آفرین تو خیلی سخته روزی مثلا دو هزار دلار درآمد داری بعد خب. یه دفعه تبدیل بشه به پس این میگه بستگی داره حالا ساله، یه سال دیگه آیا تجربه شما توی این صنعت روی تا... زندگی شخصی شما روی رابطه جنسی شخصی شما تاثیر من سه شما. هفته اولش به دوست دختر اون زمانم نگفتم هم. بعد از سه هفته بهش گفتم یک ماه با هم ترک رابطه کرد ولی خب شناخت داشت از من یعنی کاراکتر منو میشناخت بعد هم. میدونست من به خاطر این مشکل مالیم باید این کار رو بکنم چون واقعا یه جبر بود یعنی بحث مرگ و زندگی بود یه یعنی همچنان لحظی بود هم. بعدش... واقعا احتیاج داشتم بعد بعد رو بعد از یک ما دوباره اومد فقط من بهش قول دادم که زمانی که این مشکل مالی حل شه این قضیه رو بذارم ولی الان داره. الان که این گذاشتی کنار زندگی شخصی خودت هیچ از اینه یعنی نرماله کاملا الان که چون خیلی وقت ازش گذشته که اصلا اصلا دیگه تأثیری نداره ولی اون اوایل داستان چرا ببین انسان بدن شما عادت میکنه ببین یه سری چیزا هست ذهنی روحیه یه سری چیز هم هست فیزیکاله به بدنت مربوط میشه این دو چیز شما باید در نظر بگیرید اول اینکه باید به بدن برسید. یعنی این مهمترین قضیه ای که وجود داره تو این کار روی اشتغال, اشتغال, پذ... پذ... اشتغال پذیری اشتغال میگن نمیدونم چونه. روی قابلیت کار گرفتن شما تاثیر گذاشته نداشته؟ مثلا توی روی کاریرتون روی حرفتون نه نه, هیچید. نه اصولا نه برای اینکه اصلا من درسم تموم شد یا یه... من یه کار دیگه دارم میکنم متفاوت زمین تا آسمون بعد تو این کار دیگه اگه تو این... تو این, کاری که دارید میکنین اینم به یادت نره اینم بگو ولی تو این کاری که دارید میکنین اگه مثلا همکاراتون میدونن که شما مثلا همچین تجربه داشتین همه قاعد غاید... از اصولا همه نه ولی خیلی افرادی که نزدیکم هستن یعنی به عنوان دوست هستن آره چرا که نه و اگه... و من توی روم صد نفره دارم. دارم اینو میگم اسمم هم, هم هست عکس خودم هم, هم هست فامیلی هم, هم هست آكی. خیلی هم منو میشناسن تو این خب بگو چه درسی گرفتی داشتی یه چیزی میگفتی گفتی یه درس مهمترین درس مسئله ای که من مهمترین مسئله ای که برای خودم خیلی خوب بود این بود که اه... برای خودم یه ترمزی اه... یعنی این باعث شد که بدونم که من هیچ وقت غرق نمیشم تو زندگی یعنی که اه... وقتی که تونستم پا بذارم روی اون اه... اون پول سنگین پول خیلی خوبیه دیگه پول راحتی هم هست مثلا من فقط روزی یه ساعت میرفتم باشگاه بدنسازی تمرین میکردم به غذای خوب میخوردم فقط فقط به بدنم میرسیدم اینا خب برصورت چیزم بود دیگه داراییم بود چقدر در میبریم ما بریم چقدر در میبریم خوب, خوب بود. اون زمان من،, من, من به صورت متوسط تقریبا بین 15 تا 20 هزار مارک آه اوکی اوچی ما... ماهی ماهی بیس... بز... زم... ماهی حالا تو به یورو الان حساب کن دیگه به یورو احنا. الان میشه ده هزار تا تقریبا ده, ده ده هزار تا بعد در یه دانشجویی که مثلا خودمو رو میکشتم نهایتا میخواستم دو هزار یورو درآمد داشته باشم 100 درصد خوب بود کاری هم نمیکردم بعد میرفتم مثلا دیشواشری میکردم یا میرفتم مثلا غذا میدادم یا این و من. مثلا مای دو هزار تا میخواستم بگیرم چند نه؟ آیا مجبور بودی با کسایی باشی که مثلا چندشت میشه؟ انتخاب از خودت بود این, این یکی از چیزایی بود که جز پرنس... پرنسیپ خودم بود من با خودم میگم یه سری پرنسیپ داشتم یعنی یکی که یکی از مسائلش این بود اه اه به خدمت ترس روید که یکی مهمترین مسئله این بود که من انتخاب بکنم ولی انتخابم میکردی یعنی اینقدر تقاضا زیاد بود که انتخاب میکردی بعد از از بهداشتی بعد چه کار مثلا الان میگفتن سرطان میگیری بعد و... درصد نه نه اینو مزخرفه ولی از لحاظ بهداشتی به خاطر اون مسئله بیماری جنسی و اینجور مسائل باید یه سر مراقبت‌ها رو بکنی تو اصلا باید به بدنت برسی یعنی نوع تغذیت خیلی مهمه خوابت بسیار مهمه خب شما با نمه همسرت هم اگر مثلا هر روز روزی دو سه بار بخوایم کاری بکنی بعد یه ماه بالاخره دان میکنن یعنی باید بر صورت خودت نه برسی. نه شما ت... شما با ت... آدمای مشکل ت... تنفروشی تعداد کسایی که باشون شما با زنت روزی سه بارم سکس داشته باشی این مشکلاتو نداره شما وقتی که پارتنرای تعداد پارتنراتون بره ریسک مریضی میره بالا خب منم همینو گفتم دیگه گفتم خب یه سری مراقبت ها هستش که شما انجام میدی به هر صورت اون که همه به هر صورت همه انجام میدن دیگه اون مراقبت ها رو که انجام میدی فقط یه سری احتمالات هست در مورد مسائل پوستی و این جور مسائل که ممکنه به وجود توی که خدا چقدر میشه جلوش رو گرفت چقدر مثلا با این رایت الان که الان مثلا این دوستای من که هنوز هستن من با چند هنوز رابطه دارم که هنوز یکیشون حتی کلوب داره الان یه کلوب خیلی بزرگ داره اینجا خودش دیگه مدیره البته براش دیگه خانوما کار میکنن مثلا نزدیک به تا هشتا تا خانوم برن براش کار میکنن تو کلوبش دوست خیلی خوبم هم, 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 هست ولی ببین همه جوره توش بوده یعنی مثلا چجور کلیشه ای من نمیتونم بگم مثلا اینطوری طبقه این قانون صد درصد صد همه اینطوری مریض میشن یا همه سال من نه میگم آدم بوده توش تزریقی شده آدمم بوده نه توش شده حالا خیلی اونجوری. تصور میکنن که تنفروش های مرد فقط مشتری هاشون مردن آیا اینجوریه؟ نه اون که اصلا ببین سبک مختلفه یعنی میتونی شما فقط با مرد باشی میتونی میتونی فقط با خانم باشی مشتری زن هم مثلا داره. هست و تو. مثلا توی آن من بسید. فقط زن بود مشتری بعد شما می خیلی هم زیاد تقاضا بود خیلی زیاد یعنی بعد یه اشتباهی هست که همه فکر کنن اوه الان دیگه همه پیرزن 70 سال 80 سال اتفاق. نه اتفاقا دختر 20 ساله هم توش نه دختر 20 ساله تو آلمان میاد پول میده بله بله چرا؟ مگه من, من نمیفهمم چرا مثلا دختر 20 ساله مشکل داره ببین دلایل هر کس یه دلیل به خصوص خودش داره آه. یه سری آدما هستن احتیاج دارن یه سری آدما دوست دارن این قضیه رو مم. یه سری آدما هستن که میگم تو دلیل نداری دلایل مختلفه هر کسی دلیلش اصلا داره. من سام یه چیزی همین اضافه کنم همینه که میگه آرمین دقیقا من دقیقا آرمین رو گفت دختر 20 ساله من خودم همینجا تو بیان کسی رو میشستم دختر جوونی رو میشه ساعت 24 5 سالشه برای اینکه نمیخواد باید رابطه بشه این کارو میکنه اصلا اصلا فرصتی نداره که باید رابطه بشه چون برای اینکه بخواد نیاز جنسیشو برطرف کنه این کارو میکنه دقیقا من اینکه بهتر مشتری لازم آره چیسم پول میده که پول میده که بخواد با یه پسری مثلا باشه برای یه شب سامچی گفت یکی از مشتری چی من یکی از بهتر اون یه مثلا بیزینس وومن بود که من دوستم نداشت بدونه من چی کارم من یعنی دوست نداشت که مثلا ب... من از چیزی هم بدونم ولی مشخص بود دیگه یعنی وقت صرف در وقت بترین... نه آره کس... یعنی مثلا تو بهترین سویت های فرانکفورت یا نمیدونم هامبورگ کل حالا هر که بود بلیت برا میگرفت پرواز میکردم میرفتم اونجا برمیگشتم خب ببین اینجا سام وقت داری اینجا بمونی اگه مثلا کسی سوالی داشت مثلا آره خیلی زیاد نه؟, نه ولی آره نیم ساعت باش باش. آره, آره بمونت جالب جالب آره. 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 ممنون اه... که اینم اومدی گفت این رو به ما خیلی برام آره. ما. جمهوری بی خدایان